من بر همه شما دوستان گرامی که این برنامه رو پی میگیرید. 43 سال از عمر جمهوری اسلامی میگذره. بسیاری از مسائلی که در روند جهانی مفهوم ویژه خودشون رو دارن خود به خود جای پرسش دارن. اینکه چگونه میتواند طبقه متوسط در جامعه‌ای مثل ایران، در کشوری مثل ایران ایجاد تحول سیاسی بکنه و اون رو به سوی دموکراتیزه کردن پیش ببره، پرسش به ظاهر ساده‌ای میاد ولی پرسشی است بسیار دشوار، برای اینکه ویژگی‌های که ایران بافت مردم از نظر قشبندی و جمعیتی، از نظر توان مالیشون و از نظر اون چیزی که در این سالها بر پیکره هرم قدرت فرود آمده و اون رو جابجا کرده، خود به خود نقش طبقه متوسط رو هم میتواند کمی بیرونتر از اون چیزی که در معیارها و ارزشهای جهانی میشناسیم ببره و یا اینکه به اون شاخ برگهایی بیازن. خب اجازه بدین امروز گفتگوی خودم رو با آقای دکتر هادی زمانی اقتصاددان آغاز کنم که مقاله ها و نوشتار ها و کتاب های ایشون در این زمینه های مختلف مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و در پیوند با یکدیگر بسیار ژرف و عمیق است و من راستش به خودم به ایشون گفتم جرأت نمی کردم هیچ وقت با ایشون گفتگو بکنم، برای اینکه بسیار توانایی می خواد که در زمینه ای که ایشون می نویسه با ایشون گفته بود. اجازه بدین درودی داشته باشم به ایشون. آقای دکتر درود بر شما و سپاس از پذیرش دعوت. درود بر شما آقای گوهرزاد، خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. تشکر میکنم از فرصتی که به من دادید که با بینندگان تلویزیون اندیشه باشم. خواهش میکنم. ببینید شما در مقاله آخری که نوشتین روی طبقه متوسط تکیه میکنین. ممکن است همه ما وقتی این سو آن سو میخونیم میگن طبقه متوسط میتونه تحولات سیاسی دموکراتیک رو به صورت یک هدف جا به جا بکنه، وظیفش رو برخی میگن بر دوش اونهاست، برخی میگن که این قدرت رو داره، ولی همه اینا زمانی مشخص میشه که بدونیم اصلا طبقه متوسط در ایران چیست و چه روندی رو و چه دورانی رو جابجا کرده. یعنی هنگامی که شما در این نوشتتون من میبینم در مورد مسئله طبقه متوسط، از طبقه متوسط سنتی، جدید و همه اینا صحبت میکنین، نشون دهنده این استش که خب به این ترتیب با یک طبقه متوسطی که در معیارهای جهانی ساده وجود داره و همگان میشناسن روبرو نیستیم. پیش از اون هم من اشاره بکنم دوستانی که میخوان بیشتر در مورد کارهای آقای دکتر هادی نیلی هادی زمانی بدانند، بهتر است که به تارنمای ایشون www.hadizamani.com بروند. اونجا کتاب هایی که ایشون نوشتن، مقاله هایی که ایشون نوشتن و بسیاری از گفتگوهاشون هست که اگه بخوام فقط من بهشون اشاره بکنم از زمان یک برنامه بلندتر خواهد. در خدمت شما هستیم آقای دکتر و برویم به سوی این مسئله طبقه متوسط و اونچه شما در مقدمه میفرمایید. بله، خیلی متشکرم. در ابتدای تاکید بکنم که خب مسئله بررسی طبقه متوسط در کار جامعه شناس ها هستش. من اقتصاددان هستم و در نتیجه هیچ ادعایی در مورد مطلبی که میگم ندارم. برای من یه نوع مشغله ذهنی بودش. اون چیزی که توجه هم رو جلب کرد این هستش که در سیر تحولات سیاسی ایران رو که میبینید در این صد و اندی سال گذشته، یه نگاه خیلی گذرا و کلی که میندازید کاملا مشخصه که طبقه متوسط ایران موتور این تحولات بوده، نقش عمده رو در این تحولات داشته. با این وصف ما از طبقه متوسط قدرت کمیش،
قدرت کیفی طبقه متوسط در ایران، لایه های مختلفش، گرایشات لایه های مختلفش خیلی کم میدونیم، خیلی کلیگویی میشه. با توجه به نقش عمده و برجسته‌ای که در سیر تحولات ایران داشته، ضروریه که ما وارد جزئیات بشیم، دقیقتر به مسئله بپردازیم تا بتونیم تأثیر بذاریم روی سیر تحولات. ببینید، از شما از زمان انقلاب مشروطیت تا اکنون عمدتا تحولات همه در کانون طبقه متوسط بوده. از دوران مشروطیت که شروع بکنید، طبقات و قشرهای مختلفی شرکت داشتند، ولی نقش برجسته رو روشنفکرهای متجدد، روحانیون، بازاری ها و غیره و غیره داشتن، پیشوری ها، عمدتا طبقه متوسط ایران که خب خواهان محدود کردن قدرت پادشاه و پایان دادن به نفوذ خارجی ها بودن. یه عدهشون که نوگرا بودن این کار رو، تحقق این کار رو در این میدونستن که حکومت قانون مستقر بشه، نوسازی بشه، یک حکومت دولت مرکزی مقتدر استقرار پیدا بکنه، دموکراسی باشه و مطالبی از این دست. گروه دیگه که سنتی بودن، بیشتر روحانیون بودن، اهداف این جنبش رو در این میدونستن که قانون شرع پیاده بشه، عدالت باشه و نفوذ خارجی کم بشه. ولی در مجموع مشروطیت اتحاد این دو قشر طبقه متوسط بود. جلوتر که میایید، قدرت رسیدن رضا شاه در حقیقت ناشی از تحولات درونی طبقه متوسط ایران هستش که در اثر اون سرخوردگی که از مشروطیت داشتن که نتونستن اون موفقیت لازم رو داشته باشن، بخشی از اهداف مشروطیت رو که عمدتا دموکراسی باشه کنار گذاشتن و اون بخش دیگرش رو، بخش دومش رو که نوسازی و استقرار دولت مرکزی باشه، رفتن دنبال اون و به قدرت گرفتن رضا شاه در حقیقت در ادامه این روند بود که روشنفکرهای ایران خواهان یک دیکتاتور مصلحی بودند که بتونه ایران رو نوسازی بکنه و توسعه اقتصادی داشته باشه. یعنی آقای دکتر، مسئله اصلاح عامرانه خیلی پیشی گرفت بر اینکه آینده نگری هایی که روشنفکران و دیگران میخواستن داشته باشن به دست بیارن. برای همین است که اگر کسانی میگوین که هرگز از مشروطه تا به امروز به آزادی دست نیافتیم، یکی از دلایلش چیزهای دیگری است که مورد نیازشون بوده. بله، در حقیقت ببینید، طبقه متوسط اهداف مختلفی رو دنبال میکنه. از یک طرف امنیت و توسعه اقتصادی و نوسازی رو میخواد که اینا رو میشه خلاصه کرد زیر توسعه اقتصادی. از طرف دیگه اهدافی مثل حکومت قانون و دموکراسی میخوادش که اینها رو میشه خلاصه کرد زیر عنوان توسعه سیاسی. همزمان هم توسعه اقتصادی میخواد، هم توسعه سیاسی میخواد. ولی این اهداف در همیشه و در همه مقطع‌ها، در همه شرایط و همواره با همدیگه همپوشانی ندارن. گاهی موقع تحت فشار اقتصادی، تحت فشار سیاسی، طبقه متوسط ناچار میشه بین این اهداف یکی رو انتخاب بکنه. اون چیزی که من ببینم این استش که در سیر این تحولات صد و اندی سال گذشته، طبقه متوسط ما یه حرکت زیگزاگی، بین یک حرکت زیگزاگی رو به جلو بین این دو هدف توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی داشته. یک گرایش بلند مدت برای دسترسی به توسعه سیاسی، یعنی دموکراسی و حکومت قانون داره، ولی وقتی که با مشکلات شدید روبرو میشه، اون خاص رو، توسعه سیاسی رو تا حدودی کنار میگذاره و به سمت توسعه سیاسی، رشد اقتصادی، امنیت و مسائلی از این دست میره و بعد دوباره که با مشکلات استبداد روبرو میشه، دوباره به سمت توسعه سیاسی میره. این حرکت زیگزاگی رو شما از دوران مشروطیت تا ابتدای انقلاب میبینید.
در بله. آیا تو یعنی انقلاب در این فاصله مسئله عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی همه نقش سایه بازی میکنن و این میتونن تحت تأثیر قرار بدن طبقه متوسط رو در دستیابی به خواستگاه هایی که برای جامعه تعیین کرده، درسته؟ دقیقا اون چیزی که برجسته بوده این دو مسئله بوده که بین این دو مسئله طبقه متوسط نوسان میکنه، یه حرکت زیگزاگی داره. در مقطع انقلاب سال 57 که شما میرسید، این الگو، این پترن از هم پاره میشه، دیگه وجود نداره، به خاطر اینکه طبقه متوسط ایران دنبال اهدافی میره که دیگه نه با توسعه اقتصادی سازگاری داره و نه با توسعه سیاسی. البته بعد از مدتی با توجه به تجربه یا در حقیقت شکست جمهوری اسلامی، خب دوباره به سمت الان ما دوباره به شاهده این هستیم که طبقه متوسط با سرعت برگشته به سمت دموکراسی خواهی. یعنی آقای ولی دکتر وقتی میفرمایید که شکست جمهوری اسلامی مفهومش ناکارایی است نسبت به اون چیزی که به مردم وعده داده، درسته؟ دقیقاً، من یا اون طبیعتاً چیزی چون که هنوز مردم در میخواستن، سر تصور قدرت میکردن هستش، در بیرون رویاشون از بود، جمهوری اسلامی اونی نبود که میخواستن. دقیقاً. ولی اون چیزی که توجه من رو جلب کردش این هستش که علی رغم اینکه همونطور که خدمتتون گفتم که طبقه متوسط نقش بسیار برجسته را داشتش، داره ما یک تصور بسیار کلی، درک بسیار کلی از طبقه متوسط داریم. عمدتاً چیزی که گفته میشه این هستش که طبقه متوسط حامل دموکراسی هستش، چون از یه طرف موقعیت اقتصادیش و موقعیتش در هرم اقتصادی و در هرم سیاسی جامعه اونطوری نیستش که بخواد وضعیت کنونی رو، وضعیت موجود رو حفظ بکنه، و از طرف دیگه درش گرایشات آرمان خواهی دیده میشه، بخش قابل ملاحظه ایش تحصیل کرده هستن، تخصص دارن، غیره و غیره. به این دو دلیل بر پایه این استدلال ساده گفته میشه که طبقه متوسط خواهان استقرار دموکراسی هستش، که خب درسته، ولی این تصویر بیش از اندازه ساده هستش. آیا طبقه تو یک متوسط پرانتز من اینجا علایق اگر مختلف اجازه بدیم تشکیل باز میشه. کنم، به یاد دارم خیلی برمیگرده لابد به 40 و چند سال پیش، هنگامی که در دانشکده بودیم وقتی که میخواستن در جامعه شناسی از طبقه متوسط صحبت کنن، همیشه یکی از دلنگرانی ها این بود که طبقه متوسط یک طبقه مشخص، اینطوری که بگیم این طبقه طبقه متوسطه نخواهد بود، بخش رو به بالا داره، بخش رو به پایین داره، حتی لایه های مختلف رو تا 8 لایه تقسیم میکرد و خطر رو اونجا میدیدن که بخشی از این لایه ها خودش رو در حکومت موجود نزدیک ببینه و اون وقت محافظه‌کاری بکنه و به خواستگاهاش دست پیدا نکنه. نظر شما در این زمینه خواستم جویا بشم، چون همواره این دغدغه فکری بود در بین درسای جامعه شناسی که طبقه متوسط ممکنه پیوند بزنه خودش رو به بالا یا پیوند بزنه به پایین. بله، از لایه همین موافق هستم، یعنی از لایه های مختلفی در طبقه متوسط، لایه های مختلفی داره که دارای گرایشات مختلفی هستن و برای اون اهدافی که قبلا در موردش صحبت کردیم اولویت های متفاوتی قائل هستن. یه بخشش ممکنه به حفظ امنیت و توسعه اقتصادی اهمیت اولویت بیشتری قائل بشه، یه بخش دیگهش ممکنه به توسعه سیاسی اهمیت بیشتری قائل بشه. باید این لایه ها رو در ایران از کلیگویی خارج بشیم، این لایه ها رو بشناسیم، گرایشات، وزن هر کدوم اونها رو در جامعه بتونیم بررسی بکنیم، گرایشات متفاوتشون رو ببینیم، ظرفیت هاشون رو ببینیم، اون موقع راحت تر میشه در مورد نقش طبقه متوسط و سناریوهای احتمالی که میتونه پیش روی ما باشه صحبت بکنیم. خب آقای دکتر، اگر بخوایم بگیم که این فراز و فرودهایی که طبقه متوسط داشته تا برسیم به دوران انقلاب که شما الان انقلاب رو بهش اشاره کردیم و بتونیم باز کنیم پس از انقلاب این طبقه متوسط چه دشواری ها و چه فراز و فرودهایی داشت، چگونه بخشش جذب خود حکومت شد برای نگه
طبقه آیا طبقه متوسط جدیدی که زاییده شد تا چه اندازه بر مبنای همون مسئله مشترک طبقه متوسط در نظر جهانی از نظر ارزش ها حضور داشت؟ اینها را اگه ممکنه باز بکنید برای ما که طبقه متوسط جدید چگونه گام برداشته که 43 سال حکومت جمهوری اسلامی هست و نتوانستن اون رو جابجا بکنن. یه اشاره مختصری کردم که در دوران مشروطیت چه اتفاق افتادش و اون طبقه متوسطه که دنبال اهداف مشروطیت، حکومت قانون و دموکراسی و توسعه سیاسی بودش و ناچار شدش به علت ضعف خودش اون بخش دموکراسی خواهی رو، هدف دموکراسی خواهی رو کنار بگذاره و بره به دنبال هدف تأمین هدف نوسازی و توسعه اقتصادی و ایجادی حکومت مقتدر مرکزی. و روشنفکرایی که زمان رضا شاه هستن رو میبینید که همه همین مسئله رو میخوان. و طبقه متوسط ایران در حقیقت در دوره متوسط جدید ایران، در حقیقت در دوره رضا شاه هستش که قوام میگیره، ساخته میشه در اثر اصلاحات و برنامه هایی که حکومت رضا شاه، دولت رضا شاه به اجرا گذاشتش، از صنایع جدید، نمیدونم ایجاد دادگستری، بانک مرکزی یا بوروکراسی جدیدی که به وجود آوردش، طبقه متوسط جدید ایران رشد کردش، به پیدا شدش در حقیقت، به وزن محسوسی گرفتش. این طبقه متوسط ویژگیش این بودش که سکولار بودش، نکته مثبتش، تجددخواه بودش، ولی نکته منفیش این بودش که بیش از حد وابسته به دولت بودش و از اون استقلال و پویایی لازم، استقلال کافی برخوردار نبودش که بتونه اندازه کافی مستقل و پویا باشه. با تمام این وضع، با وجود این ضعف، این طبقه متوسطی که در دوران رضاشاه بنا گذاشته شد، پا گرفتش، در حقیقت موتور تحول دوره‌های بعد تا کنون بوده. بعد از دوره رضاشاه ما وارد در دوره دوم رضاشاه، موقعی که رضاشاه گرایشات استبدادش خیلی شدید میشه، بعد از 1312 طبقه متوسط دوباره اون گرایشات دموکراسی خواهیش تقویت میشه، رشد پیدا میکنه و در حول و حوش بعد از طی اتفاقات 1320 تا 1332 این گرایشات دموکراسی خواهی طبقه متوسط که دوباره شروع میشه اوج میگیره. آیا تو چقدر مسئله جنگ جهانی تاثیرگذار میشه در این تغییرات و عقب راندن و یا پیشروی که میاد بعد در 28 مرداد یه نوعی نقطه عطف میشه این ماجرا؟ دقیقاً. اونجا خب اون دوره 1320 تا 1332 ما مشکلات اقتصادی، مسئله اشغال ایران بوده، مشکلات اقتصادی که در نتیجه اشغال ایران به وجود اومدش، نابسامانی ها و غیره، خیلی مسائل متعددی هستش. ولی در این دوره میبینید که دوباره طبقه متوسط بسیار پویا هستش. در تمام احزابی که در این دوره شکل میگیره، خاستگاه طبقاتش در درون طبقه متوسطه و نهایتا میانجامه به جنبش ملی شدن نفت که باز دوباره ستون فقرات اصلی اون جبهه ملی متکی به طبقه متوسط بودش. من معتقد هستم که اون شکست جنبش ملی نفت باز دوباره یک نقطه عطفی هستش. تا پیش از این دوره شما نگاه بکنید، طبقه متوسط ایران علی‌رغم تمام مسائلی که با خارجی ها به خصوص با انگلیسی ها داشتش، غرب ستیز نبودش. همچنان خواهان مطالباتش، ادامه مطالبات جنبش مشروطیت بود، به دنبال یک نوع دموکراسی پارلمانی بودش. دیدش رو میشه یک نوع لیبرال دموکراسی، سوسیال لیبرال دموکراسی دونستش که در جنبش در دوران ملی شدن نفت، خب جبهه ملی ایران نمایندگیش میکرد. به هیچ وجه جنبه ضد امپریالیستی، غرب ستیزی، مبارزه با سرمایه‌داری و مسائل از این دست نداشتش.
ولی شکست جنبش ملی، جنبش ملی شدن نفت و کودتا به نظر من یک چرخش عمده‌ای به وجود آوردش که در ظرف یک 10 سال بعد گفتمان سیاسی ایران از یک گفتمان لیبرال دموکرات، سوسیال لیبرال دموکرات که تداوم مشروطیت بود، تغییر پیدا میکنه به یک عمدتا یک گفتمان ضد امپریالیستی، گفتمان غرب ستیز که خب بخشیش جنبه مارکسیستی پیدا میکنه. شما میبینید حتی در اوج قدرت قبل از 1332، در اوج قدرت حزب توده ایران، گفتمان مسلط همچنان گفتمان لیبرال دموکرات بودش، سوسیال لیبرال دموکرات که جبهه ملی نمایندگیشش میکرد. آی دکتر، دو اشاره درستی که فرمودین در همینجا یه پرسش ایجاد میکنه. چقدر مسائل جهانی، یعنی در اون دورانی که شما برمیشمرید که مسئله مبارزه با سرمایه‌داری و نمیدونم مبارزه با امپریالیسم جهانی و نمیدونم غرب ستیزی در ایران رشد کرده، جهان هم با این وزش باد مبارزات چریکی در آمریکای جنوبی با در این سو و اون سو همه هماهنگ است؟ شما یعنی در یک جایی از دنیا میبینید که این مسئله همینطوری فراگیر میشه و به کشورهای دیگه راه پیدا میکنه؟ چقدر مسائل جهانی شتاب میده به این بخش از تغییری که در طبقه متوسط و خواستگاه‌های اونا ایجاد میشه پس از شکست دوران 28 مرداد؟ خب بدون شک نقش داشته و نقش مهمی داشته، ولی از یه زاویه دیگه هم میشه به مسئله نگاه کردش. ببینید اگر اون شکست، اون واقع کودتای 28 مرداد صورت نمی گرفتش، اتفاق نمی افتادش، طبقه متوسط ایران همون به احتمال خیلی قوی همون گرایش مشروط خواهی و همون گرایش لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی رو ادامه می دادش. ولی در اثر این اتفاق طبقه متوسط ایران که دنبال این نوع دموکراسی پارلمانی بودش، بعد از این کودتا کشورهای غربی رو که خودشون پرچمدار دموکراسی بودن، اونها رو مقصر میدونستن در این واقعه، و این شوکی که بهشون وارد شدش باعث شدش که در دوره بعد از 28 مرداد، علارغم اینکه دیگه حزب توده ایران کاملا سرکوب شده بودش، دیگه قدرت تشکیلاتی نداشتش، ولی گفتمان تغییر کردش، گفتمان چرخید به سمت مسائل ضد امپریالیستی، و فقط در جناح چپ نبوده، شما در بین اسلامی مسلمان ها هم همین گرایشات رو میبینید، گرایش ضد امپریالیستی که خاموتر که شما گفتید طبیعتا جو جهانی هم این رو تشدید کردش. ولی اگر اون شکست به وجود نمی آمدش، احتمال اینکه این به این صورت بتونه گفتمان سیاسی ایران جنبه ضد امپریالیستی به خودش پیدا بکنه، به نظر من احتمالش ضعیف‌تر بودش. این یه چرخش جدی بودش که بعداً در حقیقت نطفه اون چیزی بودش که شما در انقلاب 57 می‌بینید. بله. نوتش به همین جا برسیم آقای دکتر. ببینید در این فاصله بین سال 32، 10 سال بعد مسئله خرد 42 رو داریم و می‌بینیم که روحانیتی که میتوانست اصلا به نوعی در این مسیرها و خواستها نبود و خواستهای خودش رو داشت، یک باره میاد میشه پرچمدار و یک خط مبارزه خودش رو رقم میزنه از اونجا، و بعد همونطور که شما فرمودین میایم میبینیم که جوانهاش در نزدیکای انقلاب 57 میتونه به گل بشینه و اونا پیروز بشن و نتیجه بگیرن. بفرمایید در مورد این حرکت روحانیان که اصلا اونها هم یک بار همین رو، من نمیخوام بگم انقلاب رو به سرقت بردن و یا دریافت کردن، شاید مردم نمیدونستن انقلاب از سوی روحانیان به کجا خواهد کشید، و چقدر نیروهای دیگر وقتی به انزوا میرن این فرصت رو میدن که روحانیون پیش برن؟ ببینید برای پاسخ به این سوال به نظر من باید یک قدم به عقب برداریم. در زمان محمد رضا شاه در اثر برنامه های اصلاحات ارضی به ویژه و بعد
انقلاب سفید، اصلاحاتی که زیر عنوان انقلاب سفید صورت گرفتش، با اتکا به خود درآمد نفت، توسعه ایران توسعه اقتصادی بسیار سریعی پیدا کردش، رشد خیلی سریع داشتش، به صورتی که در دهه 40 نرخ رشد اقتصادی ایران حدودی رقمی نزدیک بین 8 تا 10 درصد بودش و نرخ تورم هم کم بود. دهه 40 یکی از دههای درخشان توسعه اقتصادی ایرانه. طبقه متوسط در این طبقه متوسط جدید ایران در این دهه سریع رشد کردش، بوروکراسی ایران رشد کردش. متاسفانه در دهه بعدی دیگه محمد رضا شاه به خاطر یک دفعه انفجار درآمد نفت دیگه کنترل خودش رو از دست داد و کارهایی کردش که خب نمیبایست میکردش، و این تندروی های بعدی خودش خیلی کمک کردش به بروز انقلاب. ولی برگردیم به مسئله اصلاحات ارضی. اصلاحات ارضی اون ائتلاف نانوشته ای رو که بین دربار و ملاک ها و روحانیون وجود داشتش، اون ائتلاف نانوشته رو پایان دادش، باعث شدش که ملاک ها به مخالفان حکومت ها بخششون بپیوندن، همینطور روحانیون بخششون به مخالفان حکومت پیوستن. بعد در مرحله بعد اصلاحاتی که حکومت انجام داد، به ویژه آزادی های اجتماعی برای زنان به ویژه، و کلن سبک زندگی که رواج میدادش، گرایشات غربی که در حکومت وجود دادش، باعث شدش که خب اون چرخشی رو که روحانیت در اثر اصلاحات ارضی شروع کرده بودش، مخالفت ها اونها خیلی شدت بگیره. از طرف دیگه در این بعد از در اثر درآمد خیلی زیاد نفت و رشد اقتصادی بسیار سریع، یک طبقه متوسط خیلی قوی به وجود اومده بودش که در آستانه 1350، در ابتدای دهه 50، این یه طبقه پرقدرتی بودش در عرصه اقتصادی، ولی این قدرت اقتصادی در عرصه سیاسی بازتاب نداشتش، و این نداشتن بازتاب و مهیا نبودن آزادی های سیاسی، این عدم برابری بین قدرت اقتصادی طبقه متوسط و ضعف مطلقش در عرصه سیاسی، موجب شدش که موجب نارضایتی طبقه متوسط شد و اونها رو به سمت ضدیت با حکومت سوق دادش. در نتیجه از دو جهت موجهای ضد حکومتی به وجود اومدش، از جهتی بین ملاک ها و روحانیون در اثر اصلاحات ارضی که اون ائتلافشون با حکومت از بین رفته بود، و از طرف دیگه طبقه متوسطی که اون خواستهای سیاسیش برآورده نمیشد، و این در ابتدای 50 و سال 50، در ابتدای دهه 50، این دو موجی که از دو جهت مختلف آغاز شده بودن به همدیگه میرسن، به هم میپیوندن، و در این مقطع متاسفانه حکومت محمد رضا شاه به سمت دیکتاتوری بیشتر میره، حزب رستاخیز اعلام میکنه و مسائل دیگه‌ای که خب همه میدونیم، و این کمک کردش به انفجاری که اون اتفاقی که در 57 افتادش. در این روند هم به نظر من روشنفکرای ایران اشتباهات بسیار جدی کردن، گفتمانی رو شکل دادن که در راستای دموکراسی نبودش، گفتمان غرب ستیز رو شکل دادن به نقش وظیفه خودشون که ساختن یک گفتمان درست برای توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی ایران باشه، اون نقش رو ایفا نکردن، بلکه ضد این نقش رو ایفا کردن. در نتیجه از جهات مختلف اشتباه حکومت، اشتباه روشنفکرا، مسئله اصلاحات ارضی، مخالفت های روحانیون، ملاک ها، و همینطور خواست های طبقه متوسط که برآورده نمی شد، همه این موج ها از جهات مختلف به هم رسیدن و در یک نقطه پیوند پیدا کردن که متاسفانه چون یک اپوزیسیونی هم نبودش، به اونجا رسیدش که خب الان امروز گرفتارش هستیم. بله. بلایی دکتر، شما در مقالتون به مسئله این که این ائتلاف چجوری شکل میگیره، ائتلاف ناخواسته شکل میگیره، بسیار اشاره فرمودین، و مسئله انقلاب 57
و ماجرایی که چگونه پیش میره و همکنونم به مسئله نبود اپوزیسیون قدرتمند یا من فکر کنم که بگیم که نبود حزبگرایی که سامان داده باشه اپوزیسیون رو، چون اپوزیسیونی که کور بخواد عمل بکنه وارد خیابون ها میشه و رهبریش هم میبینیم که جمهوری چگونه اسلامی ها به عهده میگیرن و پیش میبرن در خیابون ها میبینیم. جمهوری اسلامی سالهای متفاوتی رو طی کرده آقای دکتر. در آغاز مسئله جنگ و به وسیله مسئله جنگ تلاش کرد که تمام نیروهایی رو که مخالفش هستن به یه نوعی به بهانه مسائل جنگ نابود بکنه، مسئله مبارزه مردم، زندان‌ها و همه این حرفا. بعد در دورانی میاد که حتی دیگه خودیهاش رو هم نمیتونه نگه داره و میبینیم که به دوران جنبش سبز میرسیم. شما میخواستم اگه ممکن باشه یه مقدار در مورد حضور این طبقه متوسط بویژه در مسئله جنبش سبز چگونه می‌بینیم؟ تصاویر نشون میده که جوانان در جنبش سبز فعالتر هستن، تلاشگر هستن، خود حکومت بخشایش مثل موسوی و دیگران میخوان تلاش کنن که این حرکت رو مال خود بکنن، ولی حکومت زودتر از همه با سرکوب به همه اینها پایان میده. در خدمت شما هستیم. ببینید، به نظر من طبقه متوسط اونطوری که من میبینمش در دوره جمهوری اسلامی ایران سه مرحله رو، سه دوره رو پشت سر گذاشته. دوره اول برمیگرده به اون 10 سال اول انقلاب، تا از ابتدای انقلاب تا پایان جنگ 8 ساله، به دوره حدوداً 10 ساله‌ای هستش که در این مقطع طبقه متوسط شدیداً قدرتش هم به لحاظ هم کمی و کیفی افت میکنه. خب به دلیل نابسامانی های انقلاب، بروز جنگ، افت، رکود شدید اقتصادی، تورم و همه اینا که قدرت خرید مردم شدیداً افت پیدا میکنه، کارخونه ها میخوابه، بخش تولیدات میخوابه و غیره و غیره که خب باهاش آشنا هستید و خرابی های جنگ. در این دوره به نظر من طبقه متوسط رقم های دقیقی نداریم، ولی با توجه به اینکه مثلا حدود 2 میلیون نفرش از طبقه متوسط بالای کشور، از متخصص ها و غیره به خارج از کشور مهاجرت کردن و جا به جایی که در اثر جنگ به وجود آمدش، احتمالا اندازه طبقه متوسط به یک رقمی بین 30-40% کوچک شدش. در دوره دوم شما دوره ای هستش که از پایان جنگ، از شروع برنامه نوسازی، بازسازی شروع میشه و برای 2 دهه تا سرکوب جنبش 88 هستش. در این دوره خب ما با یک رونق اقتصادی مواجه هستیم، بر برنامه بازسازی اقتصادی مواجه هستیم، اصلاحات اقتصادی که در اون دوره، در این دوره به اجرا گذاشته شد و مهمتر از همه درآمد نفت هستش که بسیار در به خصوص در دوره از فکر کنم از دوره 82 یا 84 افزایش پیدا کرد. برای 5-6 سال درآمد نفت ایران بسیار بالا بودش. در این دوره با توجه به اینی که در دوره قبلش طبقه متوسط حدود 30-40% کوچک شده بودش، خب در نتیجه ظرفیت این رو داشتش که با سریع رشد بکنه با کمک درآمد نفت. یعنی در حقیقت اون 30-40% رشدش رو جبران کردش، یه مقدار بیشتری هم به خاطر افزایش رشد جمعیت دوباره رشد کردش. در این مقطع شاید طبقه متوسط ایران حدوداً 1.5 برابر این حدودها شده باشه در مقایسه با دوره قبلش، که خب بخش قابل ملاحظه‌ایش به خاطر اون افت دوره قبل استش که جبران میشه. در این دوران استش که میبینیم دوباره طبقه متوسط ایران اون اعتماد به نفس خودش رو، اون پویایی خودش رو پیدا میکنه و دوباره وارد صحنه میشه و اوج اون جنبش 88 هستش که به مطالباتی که میبینی در چارچوب جمهوری اسلامی، خب مطالبات طبقه متوسط هستش، خواستاش اون چیزهایی هستش که مطالبات طبقه متوسط هستش، از رأی منکو، از آزادی های سیاسی، حتی از آزادی های اجتماعی که دنبالش بودن. در این دوره هستش که طبقه متوسط رشد میکنه. از بعد از سرکوب
88 ما وارد دوره دوم، دوره سوم میشیم که در اینجا طبقه متوسط به خاطر تحریم های اقتصادی، تشدید ناکارآمدی دولت در مدیریت اقتصاد و در مدیریت سیاسی و مدیریت اجتماعی، بروز فساد، گسترش بسیار شدید فساد که دیگه کاملا سیستماتیک میشه، تنش هایی که با قدرت های جهانی پیدا میکنه و غیره و غیره که خب باز دوباره همه باش آشنا هستن، طبقه متوسط شروع به کوچک کردن میکنه، به طوری که من حدس میزنم که الان اندازه طبقه متوسط شاید یک چیزی حول و حوش سالهای 70 باشه، یعنی اون رشدی رو که در دو دهه قبل کرده بودش به اقدار زیادش از بین رفته و طبقه متوسط به لحاظ اقتصادی دچار فروپاشی شده، بخشای بزرگ اون به سمت طبقات فرودست ریزش کردن. البته وقتی که این ریزش شروع میکنه طبیعتاً عمدتاً جنبه اقتصادی داره، ارزش ها و مطالبات اونها آنن تغییر نمیکنه، در حقیقت طبقه متوسط از طریق اقتصادی ریزش میکنه، ولی مطالبات، خواستا، طرز تفکر و اینهاش همچنان برای مدت قابل ملاحظه همچنان مانند گذشته هستش. در درونش هم ریزش از لایه های بالای طبقه متوسط به سمت پایینش داریم و این ریزش اقتصادی همراه با پیامدهای اون سرکوب 88 موجب پیدایش یک سرخوردگی، یک نوع ناامیدی در جامعه شده که پیامد اون انسداد سیاسی هستش، در حقیقت خودش واکنشی به اون انسداد سیاسی هستش که جامعه دچارش هستش و مهاجرت‌های بزرگی که دوباره صورت گرفته. آی دکتر، چقدر میتوان، حالا برگردیم به آغاز بحث، چقدر میتوان شرایط کنونی طبقه متوسط رو در رویارویی با رژیم ولایت فقیه برای دستیابی به اون خواستگاه های اجتماعی ارزیابی داشت که میتواند این نسخه حکومت رو برهم بپیچه و بتونه خودش پیروز بشه؟ به نظر من طبقه متوسط ظرفیت این رو داره که حامل دموکراسی باشه، شرط لازمش رو داره، ولی این کافی نیستش، این وجود این ظرفیت کافی نیستش، احتیاج به سازماندهی و تشکیلات سیاسی داره. خانش من این هستش که بدون این تشکل شکل‌گیری تشکیلات سیاسی احتمال اینکه این ظرفیت طبقه متوسط بتونه تحقق پیدا بکنه، حالا نگیم ضعیفه، ولی با چالش ها و دشواری های خیلی زیادی روبرو خواهد شدش. در درون طبقه متوسط ما گرایشات متفاوتی داریم، یک بخشیش بخش سنتی هستش که همچنان اکثریت رو داره، یعنی تخمینایی که الان زده میشه این هستش که احتمالاً بخش سنتی طبقه متوسط وزنش حدود یک چیزی بین 35 حدود 35 درصد کل جمعیت و هنوز هم طبقه متوسط جدید کوچکتر هستش. طبقه متوسط جدید احتمالاً وزنش در جامعه یک چیزی حدود 23 درصد 25 درصد یه ارقامی در این حدود خواهد بودش که دوتا رو روهم بگذارید میشه 50 درصد، تخمین زدش که 50 درصد جمعیت طبقه متوسط باشن. درسته آیه تو در پایین مقاله شما دیدم که دوستانی پرسشی کردن، خب یکی از این پرسش ها رو من تر میکنم و اون استش که یکی از کسانی که مقاله شما رو خونده به موضوع نقش کارگران و پیوستن اونها به مبارزاتی که در خیابون شکل میگیره و کنار طبقه متوسط قرار گرفتن، نمیدونم مثل مسئله آموزگاران، اعتصابها و اینا، تا چه اندازه میتواند این مسئله تاثیرگذار باشه و بتونه راه رو به جایی ببره که حکومت جا به جا بشه و طبقه کارگر هم نقش خودش رو در کنار طبقه متوسط بازی کنه؟
خب بدیهیه که جواب مثبته، یعنی پیوستن طبقه کارگر و زحمتکشان به طبقه متوسط میتونه تأثیر بسیار قابل توجهی داشته باشه، ولی باید توجه داشته باشید که فشار اقتصادی روی طبقه کارگر بسیار شدیدتر هستش. صنایع مقدار زیادشون این صنایع خوابیدن، بسیاری از کارخونه ها مراکز تولیدی کشور یک چیزی حدود 60% زیر ظرفیت دارن کار میکنن، موج بیکاری بسیار شدید هستش، علاوه بر این طبقه کارگر به لحاظ هم کثرتش و هم به لحاظ کیفی اون قدرت و انسجام رو هنوز نداره. تصور من این هستش، ارزیابی تخمین من این هستش که در شرایط کنونی همچنان دست بالاتر رو در مبارزه طبقه متوسط خواهد داشتش. مطالبات طبقه متوسط خواهد بودش، قدرتش سیاسی بیشتر در اونجا هست، متمرکز هستش، طبیعتا پیوستن اونها به پیوستن طبقه کارگر هم کمک میکنه. نکته دیگه ای که باید بهش توجه داشتش این هستش که علارغم ریزش بسیار شدید طبقه متوسط، خواستهای طبقه متوسط، سبک زندگی طبقه متوسط گسترش پیدا کرده در بدنه جامعه. به عبارتی گرچه که از لحاظ اقتصادی ضعیف شده، ولی اون مطالباتش، اون خواستش، اون سبک زندگیش تبدیل شده به خواست اکثریت جامعه، تبدیل شده به مطالبات اکثریت جامعه. به عبارت دیگه جمهوری اسلامی الان روی زمینی ایستاده که داره با سرعت از زیر پاش خالی میشه، و در اینجا رسانه ها، مسئله اینترنت نقش بسیار برجسته‌ای داشته که باعث شده اون آگاهی های اجتماعی گسترش پیدا بکنه در کل بدنه جامعه. تحولاتی هم در طی این 40 سال در بدنه خود جامعه انجام گرفته که نقش طبقه متوسط رو برجسته تر کرده. برای مثال در این مدت تعداد جانشجوهای کشور حدود 14 برابر شده، بیشتر از 5 میلیون نفر شده. یعنی در حقیقت در موقعی که رشد جمعیت 2 برابر شده، رشد دانشجوها که خب حامل مطالبات طبقه متوسط هستند بسیار سریعتر شده. مسئله اگر بخوایم در 1 دقیقه بفرمایید، 1 یا 2 دقیقه بفرمایید، شما آینده رو با اینکه بهش اشاره کردید، در اصل نقشه راه آینده رو چگونه می‌بینید؟ من خوشبین هستم، با یه خوشبین محتاطانه به مستقر شدن دموکراسی در ایران، و فکر میکنم طبقه متوسط این ظرفیتش رو داره، ولی به شرط اینکه تشکیلات سیاسی به وجود بیادش، به شرط اینکه اپوزیسیون بتونن سر مسائل مشترکشون با هم اجماع بکنن. متاسفانه اپوزیسیون ما یک مشکل بسیار بسیار جدیش این هستش که نمیتونه سر مسائل مشترکش، سر منافع مشترکش به یک اجماع کارآمد دست پیدا بکنه و بر اساس اون اجماع با همدیگه به یک همکاری سازنده و همگرایی بپردازن و یک تشکیلات سیاسی جدی رو به وجود بیارن. این مسئله الان نیستش، حتی در زمان فرض بکنید سالهای 50 هم اگر اپوزیسیون ما تونسته بودش در برابر حکومت محمد رضا شاه یک اپوزیسیون مؤثری به وجود بیاره، با هم اجماع بکنن، به سر به منافع مشترکشون توافق بکنن، در اون موقع اگر یه اپوزیسیون قوی وجود داشتش طبیعتا مجبور نمیشودش، سازمان ها و تشکیلات مختلف مجبور به دنبال روی از خمینی نمیشودن. دنبال روی از خمینی فقط یه اشتباه نبود، بخش بزرگش به این دلیل این بودش که اپوزیسیون پراکنده بودش، بسیار ضعیف بودش. اپوزیسیونی که بسیار کوچک و بسیار پراکنده باشه یا حذف میشه یا ناچار به دنبال روی از کسی میشه که قدرت داشته باشه. الان هم دوباره این میتونه مسئله دوباره این اتفاق به وجود بیادش، دوباره اپوزیسیون پراکنده‌ای که وجود داره میتونه مجبور بشه به دنبال روی از یک مثلا یا گروه نظامی که بخواد
بیاد مثلا فرض بکنید توسعه آمرانه رو دوباره سناریو توسعه آمرانه رو در پیش بگیره و به این ترتیب بخشی از خواستای طبقه متوسط رو پاسخ بده و اون بخش دیگه خواستاش رو که دموکراسی هستش، دموکراسی خواستش، سرکوب بکنه. در بله، نبود سپاسگزارم آقای دکتر از شما. من بار دیگر تاکید کنم، اگر به تارنمای www.hadizamani.com بروند دوستان، خواهند یافت کتاب های آقای دکتر رو، مقاله هاشون رو، و از همه مهمتر این است که کتاب هاشون راحت میتونین رایگان دانلود کنین، یعنی اینگونه نیست که بخوایم برین اونجا بخریم، میتوانید روی اون دانلودی که هست زیر هر کتاب کلیک بکنید و اون کتاب رو بخونید، چه در زمینه مسئله ایران و مسئله تحریم های اقتصادی، مسئله توسعه اقتصادی و امنیت ملی، مسئله چالش های ایران و دوران جهانی شدن و مسئله نفت. در همه این زمینه ها آقای دکتر کتاب های تحلیلی بسیار قوی دارن که رایگان هم هست، می توانید بروید بخوانید و میخواد. و این هستش که گرچه آقای دکتر میگن که من جامعه شناس و یا سیاست مدار نیستم و در این زمینه گام بر نمیدارم، کتاب های اقتصادی که نوشتن همه این زمینه ها رو به گونه ای فراهم میکنه. آقای دکتر سپاسگزار از حضورتون، با امید دیدار و گفتگو در آینده. به امید دیدار شما خیلی متشکرم از فرصتی که به من دادید. مجددا تشکر میکنم و شب شما بخیر. روز و روزگارتون خوش. خب به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. برای همه آرزوی آزادی میکنم.